کاری کن که همیشه دلتنگت بشه. تا حالا براتون پیش اومده که دوست داشته باشید یک مرد همیشه بهتون فکر بکنه و دلتنگتون بشه؟ باید بدونید چه کارهایی میتونید بکنید. توی این ویدیو چند تا راز و تکنیک رو همراه مثالای روشن بهتون میگم که میتونه مردها رو از پا در بیاره. شما چه روشهایی رو امتحان کردید؟ بیایید توی کامنت ها نظر بدید تا ببینیم چه تجربه هایی رو دارید. سلام، مریم هستم. من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه عاطفی و جنسی زندگیتون رو داشته باشید. لطفاً با ساب و لایکتون ازمون حمایت بکنید. با من همراه باشید. همتون رو دوست دارم. شادی های مشترک مثل جشن تولد یا برنامه های کوچیک و بزرگ میتونه مردها رو دلتنگ بکنه. مثلا وقتی زن و مرد با هم موفقیت های کوچیک یا بزرگ رو جشن میگیرن و لحظات شاد رو کنار هم تجربه میکنن، مرد به این لحظات وابسته میشه. وقتی این شادی ها کم بشه یا نباشه، مرد دلتنگ شما میشه. سرویس های کوچیک مثل درست کردن غذای مورد علاقه مرد یا آماده کردن چیزایی که مرد نیاز داره میتونه مرد رو دلتنگ بکنه. مثلا وقتی زن بدون مناسبت خاصی غذای مورد علاقه مرد رو درست میکنه، مرد به این سرویس ها وابسته میشه. گوش دادن فعال و توجه به صحبت‌های مرد میتونه باعث دلتنگی بشه. مثلا وقتی زن با دقت به حرفای مرد گوش میده و بهش نشون میده که بهش اهمیت میده، مرد احساس میکنه که شنیده میشه و توجهش جذب میشه. تحسین ویژگی های خوب مرد از طرف زن میتونه باعث دلتنگی بشه. مثلا وقتی زن به مرد بگه که چقدر از ویژگی های خاصش خوشش میاد یا چقدر بهش افتخار میکنه، مرد به این تحسین ها وابسته میشه. یادآوری خاطرات شیرین و خاص از گذشته میتونه مردها رو دلتنگ بکنه. مثلا وقتی زن به مرد یادآوری میکنه که چقدر لحظات خوب و شادی رو با هم تجربه کردن، مرد به این خاطرات وابسته میشه. وقتی این یادآوری هم کم بشه، مرد احساس میکنه خب یه پیوند داره ضعیف میشه و سعی میکنه پیوند رو قوی بکنه. تعریف و تمجید صادقانه میتونه مردها رو دلتنگ بکنه. مثلا وقتی زن به مرد میگه که چقدر از ویژگی های شخصیش خوشش میاد و این تحسین ها صادقانه باشه، مرد حس میکنه که ازش قدردانی شده. مردها هم به تعریف های صادقانه نیاز دارن. غافلگیری های کوچیک میتونن مردها رو دلتنگ کنن. مثلا وقتی زن بدون مناسبت خاصی غذای مورد علاقه مرد رو درست میکنه یا یک هدیه کوچیک میده، مرد احساس میکنه که به یادش بوده. این غافلگیری ها مرد رو به یاد محبت و توجه زن میندازه و وقتی این نوع غافلگیری ها کم بشه، مرد خوب دلتنگ میشه. ممنونم برای بالا بردن کیفیت زندگیت کنارمون هستی، به جای درستی اومدی. ویدیوهای کانال به شما کمک میکنه، پس با ساب و لایکتون ازمون حمایت بکنید تا بیشتر هم دیده بشیم. بریم برای ادامه ویدیو. سفرهای مشترک به مکانهای جدید مردها رو دلتنگ میکنه. مثلا وقتی زن و مرد با
با هم به یک مقصد جدید سفر بکنن و تجربه های جدید رو کسب بکنن، مرد به این سفر رو وابسته میشه. تماسای تصادفی. تماسای تصادفی و محبت‌آمیز از طرف زن میتونه مرد رو دلتنگ بکنه. مثلا وقتی زن بدون مناسبت خاصی با مرد تماس میگیره و حالش رو جویا میشه، مرد حس میکنه که به یادش بوده و بهش اهمیت داده. محبت‌های غیر کلامی. محبت‌های غیر کلامی مثل لمسای کوچیک و محبت آمیز میتونه مردها رو دلتنگ بکنه. مثلا وقتی زن با بوسه ها یا لمسای کوچیک محبتش رو به مرد نشون میده، مرد به این محبت ها وابسته میشه. آفرینش لحظات رمانتیک. لحظات رمانتیک و به یاد موندنی میتونه مردها رو دلتنگ بکنه. مثلا وقتی زن با برنامه ریزی برای شبهای رمانتیک یا فعالیت‌های خاص لحظات ویژه‌ای رو برای مرد میسازه، مرد به اون لحظات وابسته میشه. نشون دادن علاقه و توجه. نشون دادن علاقه و توجه به مرد از طرف کارای کوچیک و بزرگ میتونه باعث دلتنگی بشه. مثلا وقتی زن با کارایی مثل نوشتن یادداشت کوچیک محبت آمیز یا برنامه ریزی برای زمانای خاص که علاقهش رو به مرد نشون بده، مرد به این توجه وابسته میشه و نیاز داره. توجه به نیازهای اساسی. نیازهای اساسی مرد مثل نیاز به گفتگو یا آرامش میتونه مردها رو دلتنگ بکنه. مثلا وقتی زن به نیازهای احساسی مرد پاسخ میده و بهش توجه میکنه، مرد حس میکنه که ازش مراقبت میشه. وقتی این مراقبت ها کم بشه یا نباشه، دلتنگ میشه. پیشنهادات جدید. پیشنهادات جدید برای فعالیت‌های مشترک میتونه مردها رو دلتنگ بکنه. مثلا وقتی زن پیشنهاد میده که با هم به یک رستوران جدید بریم یا یک سرگرمی جدید رو امتحان بکنیم، مرد به این پیشنهادها وابسته میشه. توجه به جزئیات روزمره. توجه به جزئیات روزمره و روتینای زندگی میتونه باعث دلتنگی مرد بشه. مثلا وقتی زن در کارای روزمرهش مثل خرید یا برنامه‌ریزی برای روز به مرد کمک میکنه و به جزئیات توجه میکنه، مرد احساس میکنه که با هم به خوبی هماهنگ هستن و وقتی این توجه به جزئیات کم بشه یا نباشه، مرد یقین دلتنگ میشه. حمایت از آرزوها. حمایت زن از آرزوها و اهداف مرد میتونه باعث دلتنگی بشه. مثلا وقتی زن از اهداف شغلی یا شخصیتی مرد حمایت میکنه و بهش انگیزه میده، مرد به این حمایت وابسته میشه. وقتی این حمایت کم بشه یا نباشه، مرد احساس میکنه که یک منبع انگیزه و پشتیبانی رو از دست داده و دلتنگ میشه. اعتماد به نفس مثبت. اعتماد به نفس مثبت زن میتونه مردها رو دلتنگ بکنه. مثلا وقتی زن با اعتماد به نفس بالا به مرد نگاه میکنه و از اون حمایت میکنه، مرد حس میکنه که مورد احترام و محبت قرار گرفته. تشویق در زمانهای سخت.
مردها وقتی زنی در زمانهای سخت کنارشون باشه و تشویقشون کنه خیلی دلتنگ میشن. مثلا فرض کن مرد توی کارش با مشکل مواجه شده و زنی که بهش نزدیکه هر روز بهش میگه که میتونه مشکل رو حل کنه. وقتی زن با حرفاش بهش انرژی میده و حمایتش میکنه، مرد حس میکنه که یک تکیه‌گاه قوی رو داره. تشویق در موفقیت ها. تشویق در موفقیت های حرفه‌ای و شخصی مرد میتونه دلتنگی رو به وجود بیاره. مثلا وقتی زن با شوق و شادی موفقیت های مرد رو جشن میگیره و بهش تبریک میگه، مرد به این تشویق ها وابسته میشه. مشارکت در تصمیمات زندگی. مشارکت زن در تصمیمات مهم زندگی میتونه دلتنگی ایجاد بکنه. مثلا وقتی زن در تصمیم گیری های بزرگ مثل خرید خونه یا برنامه ریزی برای آینده همراه مردش باشه و نظرش رو بیان بکنه و حمایت بکنه، مرد حس میکنه که شریک واقعی در زندگیش داره. وقتی این مشارکت کم بشه یا نباشه، یقین دلتنگ میشه. حالا نوبت شماست که یک مورد به لیست ما اضافه کنید و تجربیات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. حتما لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی کانال حتما کانال رو سابسکرایب بکنید. زنگوله کنارش رو هم بزنید. شاد باشید.